در ولایت مختار کوهستان بدخشان در باغ مرکزی شهر خورو روز وحدت ملی با شهامت خاص قید گرفته شد. با جلب ساکنان شهر و نواحی ولایت نمایندگان اداره و مؤسسه ها سالگرد نوبتی وحدت ملی تاجیکان جشن گرفته شد. در باغ فراغتی شهر خورو هنرمندان و کسبان از هر گوشه و کنار ولایت با دستاوردهای خود نمایشی دونه را تشکیل دادند. در نمایش اساساً لباسواری از موینه حیوان محلی آماده کرده شده، محصولات قنادی، شیرینی‌های مردم کوهستان، محصول دست کسبان، مهربافان، دوزنده‌ها و سنگتراش‌ها به مرز تماشابینان گذاشته شد. وحدت این زندگی هست، وحدت این صلح همانی هست، وحدت به ما تمام خوشی زندگی را عطا نمود. تمام خلق جمهوری تاجیکستان به مناسبت این عید باشکو تبریک و تهنیت میگویم و برای آنها تمام خوشی زندگی را تمنا دارند. این خوشی زندگی، خوشروزی، خوشگاری، آسوده را به ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت امام علی رحمان با صد مشقت، با صد جان نثارهای خود به دست آورده بود. تاجیکستان کوچک ما را حاضر 150 دولت دنیا با رسمیت میشناسند. ما با هم فخر میکنیم که در آسمان صاف و بیغبار زندگی و کار فعالیت داریم. ما به واسطه شوراهایی که از بنبست کمونیکاسیونی بدخشان را برآورده بود با چین و هندوستان و پاکستان و تا حتی با اقیانوس عالم ما سفرها را ادامه میدهیم. با این دیسعید تبریک و تهنیت میگویم برای همگان آسمان صاف و بیغبار و زندگی آسوده را تمنا دارم. رهبرت مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان از نمایش ایدونه دیدن کرده برای باشندگان نواحی و دیهات آن را توصیه کرد که محصولات نادر اساسا از موینه حیوان تهیه کرده شده را به طلبات های جهانگردان موافق سازند و با این فرهنگ مردمی را معرفی نمایند. محصولات کشاورزی که در خوجگی دهخانه استحصال می شود به نمایش و معرض گذاشتیم و روز 26 باشد در باغ در بازار 20 سالگی استقلال یارمارک فروش محصولات کشاورزی برگزار گردید که از تمام نویه های ولایت یعنی کارتوشکا و دیگر سبزیجات از آن جمله از نویه درواز زیاده از 5 تن کارتوشکا و دیگر میوه‌جات وارد کردیم به ولایت. این بار دیگر من تمام مردم تاجیکستان را با عید وحدت ملی تبریک و مبارکباد گفته با آنها تنسیاتی و خونه آباد و چنین آسمان صاف و فضای آرام را تمنا دارم. در آغاز چوربینه های تنتنوی رهبریت مقامات ولایتی شودخان جمشید تمام مردم بدخشان را با فرارسی 21 سالگرد وحدت ملی شودباش گفت و قید داشت که بدون کوشش و تلاش های زحمت طلب پیشوای ملت مردم تاجیکستان امروز هیچ به چنین دستاورد ها نائل نمیشد. قید گردید که 21 سال مقدم از شرافت سال امانی در کشور سطح زندگی و نیکو حوالی مردم خیلی بلند گردید و تاجیکستان امروز با آن کشورهای مبادل شده است که در برابر دولتهای پیشقدم در سطح بین المللی تدبیرهای مشترک و بزرگ رو راه اندازی می کند. در دوره چوربینهای ایدونا برای خدمت شایسته در بلند برداشتن سطح معرفتناکی مردم یک قطار کارمندان دوره و مؤسسه های دولتی و غیر دولتی و همچنین سابقه داران مهنت با افتخارنامه و مکافات های خودروی سرفراز گردیدند. نهایت چوربینهای ایدونا برنامه فرهنگی هنرمندان اهل فرهنگ ولایت با سرود و درانه های ترانمگری وحدت یکدلی و رقص شادی گردید.